به نام خدا. در این قسمت از آموزش راجب محاسبات باره حرارتی و برودتی ساختمان خدمت شما توضیح میدم. من یک فایل که قبلا ترسیم شده رو اوپن میکنم. خیلی خوب، این محیط دو بعدی ماست. من نمای سه بعدی رو فعال میکنم. هم میتونید از این قسمت، از قسمت کویک اکسس تول بار یا از زیر شاخه های آرشیتکت قسمت پروژکت براوزر، من نمای 3D رو فعال میکنم. همینطور که میبینید یک نمای ساده است که شامل دو طبقه است، هر طبقه دو واحد مسکونی و پارکینگ و زیرزمین. خیلی خوب، من میام از قسمت آرشیتکت فلور پلانز لول 1 رو انتخاب میکنم. این قسمت پارکینگ ماست. این قسمت مربوط به مکانیکال روم میشه، راپله و آسانسور. قبل از اون لازمه که این فضاها رو نامگذاری کنیم که مشخص بشه فضا مربوط به چه قسمتیه. از قسمت آرکیتکت روم رو انتخاب میکنم که برای فضای خودم اسمی رو انتخاب کنم که مشخص بشه مربوط به چه فضاییه. از قسمت آپشن بار لول 1 ارتفاع ما 4 متر. همینطور که میبینید چون محیط ما بسته است، روم ما به صورت خط آبی مشخص شده که من حالا انتخاب میکنم این قسمت رو و به صورت اتوماتیک نامگذاری میشه روم 1. و این قسمت که حالا مربوط به راپله میشه، کاری باش نداریم، آسانسور و پارکینگ که من این رو هم نامگذاری میکنم. خیلی خوب، ابزار مودیفای رو انتخاب میکنم تا از ابزار خودم خارج بشم. روم 1 رو حالا میتونید این اسم رو تغییر بدید. من روم رو انتخاب میکنم با دوبار کلیک و اسمش رو تغییر میدم. اینتر میکنم، شمارش رو میذارم همون 3 باشه. این قسمت رو هم با دوبار کلیک مکانیکال روم طبقات بعدی رو هم به همین صورت نامگذاری میکنم. من لول 2 رو انتخاب میکنم. همینطور که میبینید طبقه شامل دو واحده که این ورودی واحد 1، آشپزخونه، سرویس بهداشتی، حمام و 2 اتاق و 1 تراس. برای واحد بعدی هم به همین صورت، سرویس بهداشتی، حمام و 2 اتاق. حالا من اینا رو هم نامگذاری میکنم. ابزار روم رو از نوار منو آرشیتک انتخاب میکنم. خیلی خوب، اینجا هم به همین صورت. حالا من یه طبقه رو محاسباتش رو انجام میدم. بعد از اینکه نامگذاریمون انجام شد، ابزار مودیفای رو انتخاب میکنم.
و حالا اسمها رو شما میتونید تغییر بدید، حالا هر اسمی که لازم بود. خیلی خوب، بعد از اینکه اتاقا نامگذاری شد، بعد از اون ابزار اسپیس رو انتخاب میکنم. و تفاوت اسپیس با روم در اینه که روم مربوط به نامگذاری طبقاته که رشته معماری با اون سر و کار داره و نیاز هست که مشخصات یا فضاهای خودش رو نامگذاری کنه، ولی اسپیس مربوط به رشته مکانیک جهت محاسبات بار سرمایش و گرمایش و همینطور زومبندی، که حالا من راجع به زومبندی هم توضیح میدم. بعد از اینکه اتاقا رو نامگذاری کردید، از زیر شاخه مکانیکال لول یک رو که کاری باش نداریم چون مربوط به طبقه پارکینگه که نیاز به محاسبات بار حرارتی و بردتی اون نداریم، من لول دو رو انتخاب میکنم که همون در اصل طبقه اول میشه. از قسمت آندرلی همینطور که میبینید لول دو قابل نمایشه تو این طبقه و من اون رو روی ناون میذارم که لول دو مشخص نشه، لول یک مشخص نشه. همینطور که میبینید موقعی که من موس رو روی فضاها حرکت میدم، مرزبندی فضاها مشخص میشه که مربوط به همون نامگذاری روم میشه. خیلی خوب، حالا من از نوار ابزار آنالیز ابزار اسپیس رو انتخاب میکنم تا فضاهام رو مشخص کنم. همینطور که میبینید از قسمت آپشن بار لول دو، این فضای من تا لول دوه و آفست من 4 متره. حالا من میام آفست خودم رو تغییر میدم، فاصله طبقات 4 متر نیست. همونطور که میبینید من نمای اس رو فعال میکنم، همینطور که مشاهده میکنید فاصله ارتفاع لول 2 تا لول 3 3 متر و 10 سانته. حالا من باید موقعی که ابزار اسپیس رو انتخاب میکنم این ارتفاع رو تغییر بدم، اون رو به 3.1 متر تغییر میدم. خیلی خوب، من اسپیس رو تو این اتاقها و فضاها انتخاب میکنم. این قسمت که حالا آشپزخونه است و پذیرایی که با هم چون به صورت اوپنه با هم حساب میشه محاسباتش و این فضا رو هم به همین صورت. حالا من با دوبار کلید اسکیپ یا انتخاب ابزار مودیفای از این ابزار خارج میشم و قسمت بعدی اسپیس تگ که جهت نامگذاری فضاها انتخاب میشه، من اسپیس تگ رو انتخاب میکنم و همینطور که میبینید ابزاری برای مشخص کردن فضاها تعریف نشده که باید اون رو انتخاب کنیم. من یس رو میزنم، از قسمت فامیلی انوتیشن مکانیکال ام اسپیس تگ دات آر اف آر رو انتخاب میکنم، اوپن میکنم
همینطور که میبینید اسم فضاها فعال شده، نامگذاریشون. من روی فضاها کلیک میکنم، اسپیس 1، اسپیس 2، 3، 4، 5 و 6. من ابزار مودیفای رو انتخاب میکنم. همینطور که میبینید فضاهای من نامگذاری شده. حالا من یه توضیح هم راجع به اسپیس سپریتور خدمت شما توضیح بدم. این ابزار جهت جدا کردن دو تا فضا از هم و مشخص کردن خط مرزی برای اون هست. من این ابزار رو انتخاب میکنم، از قسمت آنالیز اسپیس اند زوم اسپیس سپریتور رو انتخاب میکنم. حالا میخوام این فضا رو که حالا این آشپز خانه اوپنه از قسمت پذیرایی جدا کنم جهت آموزش. بعضی موقع نیاز هست که شما فضایی رو جدا کنید. مجدد من انتخاب میکنم آنالیز اسپیس سپریتور، یا میتونید به صورت خط مرزی باشه، یا اگر به صورت مستطیلی شکل هست میتونید اون رو انتخاب کنید. من ابزار ریکتنگولار رو انتخاب میکنم و از این قسمت میگم که فضای من جدا از فضای اسپیس 5، یعنی یه فضای جدید براش تعریف میکنم تا این مرزی که وجود داره، و کلیک میکنم. خیلی خوب، من از ابزار خارج میشم، مودیفایر رو انتخاب میکنم. همینطور که میبینید الان من اسپیس 5 رو انتخاب میکنم، این فضا دیگه جدا شده، دیگه مربوط به اسپیس 5 نیست. همینطور که میبینید فضا جدا شده از هم. حالا البته من اینجا جهت آموزش و خدمت شما گفتم، ولی چون به صورت اوپن هست، محاسبات بار برودتی و حرارتی آن با هم حساب میشه. من حالا بک میزنم که حالا فضای من یک پارچه بشه. خیلی خوب، بعد از اینکه اسپیس بندی رو انجام دادیم میتونیم اینجا هم نامگذاری فضاهامون رو تغییر بدیم. به عنوان مثال اسپیس 1 رو بذاریم مثلا، یا شماره 1 رو تغییر بدیم مثلا اسپیس روم 1. یا اگر میخواید تک تک نامگذاری نکنید میتونید تگ رو انتخاب کنید، اسپیس رو انتخاب کنید، نوشته شو از قسمت ادیت فامیلی انتخاب میکنیم و وارد محیط ادیت فامیلی میشیم. اسپیس نیم رو حالا کاری باش نداریم، میتونیم این لیبل رو تغییر بدیم، ادیت لیبل رو انتخاب میکنیم که اینجا مربوط به نامگذاری شماره فضاهای ما هست، که حالا میتونیم شماره فضاها رو تغییر بدیم. من دیموف رو میزنم و از این قسمت اسم اونو با توجه به روم نامبرام انتخاب میکنم، یعنی بر اساس شماره اتاقا باشه. من انتخاب میکنم روم نامبر، اوکی میکنم و لود این تو پروژکت رو میزنم که توی پروژه من تغییراتش اعمال بشه. همینطور که میبینید شماره های من بر اساس روم های من انتخاب شد. به عنوان مثلا همینطور که میبینید از قسمت آرشیتکت لول 2 روم 4 و از قسمت مکانیکال اچفک مکانیکال لول 2. شماره فضاهام هم بر اساس شماره اتاق ها انتخاب شده. خیلی خوب، بعد از اینکه اسپیس ها رو هم مشخص، فضاها رو هم مشخص کردید،
من حالا یک نمای برش ایجاد میکنم، ابزار سیکشن رو انتخاب میکنم و از این قسمت یک برش ایجاد میکنم. فلش دوباره کلیک میکنم که برش فضای من مشخص بشه. حالا میخوام اینجا فضاهام رو مشخص کنم. میام با انتخاب کلید VG یا از قسمت View Visibility Graphics رو انتخاب میکنم و از زیر شاخه های Space Interior و Reference رو انتخاب کنم. اوکی میکنم. همینطور که میبینید فضاهای من اینجا مشخص شده. اسپیس های من اسپیس 1 اسپیس 4 و مرز اسپیس های من همینطور که خدمت شما گفتم با رنگ قرمز مشخص شده. از سطح کف لول 2 تا کف لول 3. خیلی خوب، من این پنجره رو میبندم. قبل از اینکه پنجره رو ببندم فضاها رو هم میتونید با انتخاب قسمت View Control Bar فضاها رو همینطور که میدید بسید رنگ سبز مشخص شده. از قسمت View Control Bar Corrosion و Heat Line رو انتخاب میکنید. قبل از اون لازمه یه سری توضیح هم راجع به ابزار VG خدمت شما بدم. موقعی که شما از قسمت View ابزار Visibility Graphics یا استفاده از شورتکی VG رو انتخاب میکنید، شما میتونید روی نماهاتون مدیریت داشته باشید، نمایی که در اون قرار دارید نه کل نماها. برای همون نما فقط شما از ابزار VG انتخاب میکنید. اگر میخواید برای کل نماهاتون این تغییرات ایجاد بشه، به عنوان مثال همینطور که میبینید من از قسمت اسپتیک اینتریور و رفرنس رو بر میدارم، اوکی میکنم، میبینید که دیگه فضاهای من به صورت رنگی مشخص نیست. من مجدد ابزار VG یا با استفاده از کلید V و G انتخاب میکنم. Space, Interior, Reference اوکی میکنم. طور که میبینید نماهای من به صورت رنگی مشخص شد. این فقط برای همین نما هست، نه برای کل نماها. اگر برای تغییرات رو میخواید برای کل نماها اعمال کنید، از قسمت Identity Data View Template رو انتخاب میکنید. اینجا میتونید روی کل نماهاتون مدیریت داشته باشید. خیلی خوب، من این پنجره میبندم. پنجره رو هم میبندم. من محاسبات فقط یکی از طبقات رو انجام میدم. خیلی خوب، بعد از اینکه فضاهامونم مشخص شد، از نوار منو آنالیز اسپیس تگ رو گفتم، اسپیس سپریتور هم گفتم، اسپیس رو هم توضیح دادم و همینطور روم رو. حالا یه موقع هست شما همینطور که میبینید این نما نمای شمالیه، این نما نمای شرقی، نمای غربی و نمای جنوبی. خیلی خوب، حالا ما میتونیم با استفاده از کلید F9 یا از نوار منو View
یوزر اینترفیس و سیستم براوزر رو انتخاب کنیم. سیستم براوزر زیر شاخه های ابزارها یا فضاهای ما رو نشون میده. به عنوان مثال اینجا از من قسمت ویو زوم رو انتخاب میکنم. همینطور که میدید اسپیس 1, 2, 3, 4, 5 و 6. حالا من میتونم چند تا نماد که دارم اینجا اونا رو با هم یک پارچه کنم یا زوم بندی کنم، ناحیه بندی کنم. به عنوان مثال اتاقهایی که در قسمت نمای شمالی قرار داره اسپیس چنده؟ اسپیس 10, 8 و اسپیس 4. اینا رو میتونم به عنوان یه زون حساب کنم. برای همین منظور من میام از قسمت آنالیز زون رو انتخاب میکنم، ادیت زون، و میام از قسمت اد اسپیس فضای خودم رو اضافه میکنم، اسپیس 10 همینطور که گفتم، اسپیس 8 خیلی خوب، لول 10 و 8 رو انتخاب کردم. من عذرخواهی میکنم، اسپیس 10 و 8 رو انتخاب کردم و همینطور اسپیس 4. من قبل از اون همینطور که مشاهده میکنین زیر شاخه های اسپیسی 4, 1, 4 و 5 مشخصه. حالا میتونم برای اون اسمی رو انتخاب کنم، به عنوان مثال زون، به عنوان مثال زون شمالی. اسمش هم میتونم تغییر بدم، اون هم به همین صورت، اون هم اپلای میکنم. همینطور که میبینید اسمش هم تغییر کرد، مربوط به نواحی شمالی میشه 1, 4 و 5. من فینیش میکنم. حالا همینطور که میبینید موقعی که من روی فضاها میرم همچین خطی مشخص میشه که خط میگه که این فضاها با هم یک پارچه است. خیلی خوب، من از این ابزار خارج میشم، پنجره سیستم براوزر رو هم میبندم و از قسمت آنالیز ریپورتز هیتینگ اند کولینگ لود رو انتخاب میکنم. همطور که میبینید با یه پیغام خطای مواجه میشیم ما که میگه حجم فضاهاتون رو باید فعال کنید و از قسمت Architect Room and Area Area and Volume Computation رو انتخاب میکنم و از قسمت Volume Are Computed at Finish Phase Area and Volume رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. مجدد از نوار منوه آنالیز ریپورتز هیتینگ اند کولینگ رو انتخاب میکنم. چه از من میپرسه پروژه رو میخواید سیو کنید؟ من کنسل میکنم. همینطور که میبینید الان فضاهایی رو که اسپیس هایی که من تعریف کردم مرز بندیش مشخصه دقیقا. من پنجره رو بزرگتر کنم و حالا تنظیمات عمومیش رو انجام میدم. از من اینجا میپرسه که تیپ ساختمانتون چیه، حالا یا اداریه یا موزه و قسمت های دیگه. حالا بستگی به پروژتون میتونید اون رو انتخاب کنید. من اون رو با عنوان همون آفیس انتخاب میکنم و از قسمت لوکیشن شما شهری رو که در اون قرار دارید رو انتخاب میکنید و جهت محاسبات دقیق تر
بهتره که به اینترنت وصل بشید و از طریق گوگل ارث منطقه یا شهر مورد نظرتون رو انتخاب کنید. من به اینترنت وصل میشم. و شهر خودم رو اسمش رو انتخاب میکنم. سرچ رو میزنم تا به گوگل ارت وصل بشه و همینطور که مشاهده میکنید شهر همدان رو من انتخاب میکنم و دقیقا مشابه نرم افزار کریر خودش میاد. همطور که مشاهده میکنید نسبت به فصل های مختلف زمستان تابستان و فصل های دیگه درجات حرارت رو مشخص کرده. ماهایی که وجود داره ژانویه، فوریه، مارس، اپریل و بقیه قسمت ها که پیش فرض خود نرم افزار هست. من اوکی میکنم، همدان رو انتخاب کردم، اوکی میکنم خیلی خوب. قسمت بعدی گراوند پلن رو از ما میخواد، میگه چه لولی رو میخواد محاسبات چه انجام بدید که ما لول 2 رو انتخاب میکنیم. لول 1 مربوط به همون پارکینگ بود و قسمت های دیگه. حالا این قسمت هم توضیح بدم. بیلدینگ سرویس یه سیستمی که میخواید استفاده کنید چه سیستمیه. من اون رو روی واتر لوپ هیت پمپ قرار میدم. و قسمت های بعدی که حالا من به صورت پیش فرض اون قرار میدم. و از قسمت دیتیل همینطور که روز دادم اسپیس های پیش فرض من اینجا وجود داره، فضاهای پیش فرض و همینطور زوم بندی. و شما میتونید از قسمت آنالیتیکا سورفیس حتی فضاهایی که وجود داره جزء به جزء مشاهده کنید. به عنوان مثال همینطور که میبینید اسپیس 2 مربوط به روفز، دیوارهای خارجی، دیوارهای داخلی و قسمت‌های دیگه و با انتخاب هایلایت همینطور که مشاهده می‌کنید قسمتی که ما انتخاب کردیم تغییر رنگ میده. یا میتونید با انتخاب ابزار ایزولیت اون رو تفکیک کنید. به عنوان مثال من قسمت دیگه انتخاب می‌کنم تو که می‌بینید جزء به جزء مشخص میشه این فضاها که مربوط به چه قسمتیه، دیوار، سقف، کف و قسمت های دیگه. حالا من اینجا رو هم میبندم، اسپیس رو انتخاب میکنم، اسپیس 2 فضای 1 2. حالا میتونید روی این قسمت ها هم تغییرات بدید یا تغییرات پیش فرضش رو اعمال کنید. اسپیس 2 از قسمت اسپیس تیپ میتونید تیپ فضاتون رو مشخص کنید، مثلا چه فضایی اینجا به عنوان مثلا اتاق خوابه. من میام از اینجا دورمیتوری بدروم رو انتخاب میکنم. همینطور که میبینید یک سری پیشفرض خود نرم افزار داره که محاسبات رو برای مبنای اون انجام میده که بر اساس اطلاعات و آگاهی که شما دارید میتونید اون رو حتی تغییر بدید و به صورت پیشفرض میتونید داشته باشید. من اوکی میکنم. از قسمت کانستراکشن تیپ همینطور که مشاهده میکنید مربوط به جنس دیوارها و ضریب انتقال حرارت اونها مربوط به همون فضا
که به صورت پیش فرضه که اینا رو هم میتونید تغییر بدید، مربوط به پیپل و تعداد نفراتی که در اون فضا قرار دارن اسپیسیفیک قرار میدیم بر مبنای با عنوان مثلا محاسبات ما بر مبنای نام تعداد شخص، تعداد شخص باشه یا اینکه فضاهایی که جهت هر شخص وجود داره که اینا هم میتونه به صورت پیش فرض باشه، صورت پیش فرض قرار میدم. و هیت جاینت بر اساس نفر این رو هم به صورت پیش فرض من قرار میدم که میتونید حالا اینا رو تغییر بدید بر اساس اطلاعاتی که دارید. و همینطور الکتریکال لود، بار الکتریکی که ما برای ما وجود داره همینطور که مشاهده میکنید، این قسمت هم مربوط به روشنایی میشه و قدرت پاور. اوکی میکنم. بعد از اینکه این تنظیمات رو انجام دادید، حالا میتونید کلید کالکولیت رو انتخاب کنید تا نرم افزار شروع محاسبه کنه. همینطور که مشاهده میکنید جدولی رو ارائه میده که مربوط به فضاهای مختلف، چون این پروژه ما پروژکت نیمه که حالا میتونید این پروژکت نیم رو هم تغییر بدید و یک سری اطلاعات اولیه رو وارد کنید. این قسمت رو میتونید از قسمت منیج پروژکت اینفورمیشن اینجا اسمتون، اسم پروژهتون رو انتخاب کنید و همینطور نوع ساختمون. حالا من پروژکت نیم رو مثلا میذارم به عنوان مثال RTI. و همینطور که شخصی که این محاسبات رو انجام داده انرژیک آنالیز و این پارامترها رو میتونید مطالعه کنید و کامل کنید. اوکی میکنم. اون جدول رو هم که ارائه شد میتونید از قسمت ریپورتز، لود ریپورتز دوباره کلیک کنید. از این قسمت میتونید اون رو بیارید به صورت پیش‌فرض اینجا ذخیره میشه. و همینطور فضاها رو که مشاهده میکنید، بیلدینگ تیپ، آریا، حجم فضاها، پیک کولینگ توتال، پیک سرمایش بر مبنای ماهایی که وجود داره، به عنوان مثال ماه به عنوان ماهی که در تابستون هست و بیشترین پیک گرمایش رو داره و در زمستان هم تو بیشترین پیک سرمایش رو بر اساس منطقه‌ای که شما انتخاب می‌کنید. همینطور که مشاهده می‌کنم قسمت کولینگ سرمایش 9516 وات سرمایه سرمایش ما و همینطور هیتینگ گرمایش 5680 وات که بر اساس این محاسباتی که انجام میده شما میتونید تجهیزات مکانیکیتون رو انتخاب کنید و کارگزاری کنید. سپیس دو فضاها رو مشخصه، دقیقا کلیه پارامترهای اون نوشته میشه و قسمتهای دیگه که حالا میتونید اون رو مطالعه کنید و اطلاعات کاملی رو به دست بیارید. همینطور خواستید میتونید از این قسمت خروجی PDF بگیرید و با نصب نرم افزارهای پرینتر مجازی یا میتونید از اون پرینت بگیرید. من یک خروجی PDF از اون میگیرم از قسمت Start، پرینت رو انتخاب میکنم، پرینت، چون من نرم افزار پرینتر مجازی دو پی دی اف ورژن 7 رو نصب کردم، پیش فرضم رو روی اون قرار میدم و پرینت رو میزنم. به عنوان مثال محل ذخیره اون رو مشخص میکنم روی دستا. اسم پروژه رو میزنم RTI و سیف میکنم. اوکی. حالا خروجی من رو به صورت PDF میده
مشاهده میکنی به صورت PDF کامل اینجا قرار داره که میتونید از این خروجی استفاده کنید. اگر این محاسبات به صورت دقیق انجام بشه و فضاها رو به صورت ریز در نظر بگیریم، به جرات میتونم بگم که 10 یا 15% محاسبات دقیق تر از نرم افزار کلیر انجام میشه و خروجی ها و پارامترهای ریزتری رو میتونید داشته باشید. امیدوارم که از این قسمت از آموزش بهره کافی رو برده باشید.